با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز جمعه 13 از ماه فوریه سال 2009 میلادی در روزهای جمعه در خدمت شما بزرگواران هستم و متون قدیم ادبیات و تاریخ ایران رو در خدمت شما میخوانیم. بسیار اهمیت دارد آشنایی با این متون. هزار نکته در این کاروبار دلداری است. اجازه فرمایید که یک غزلی از خواجه حافظ شیراز خدمت شما تقدیم کنم، بعد میرویم به سراغ کتاب بسیار مشهور سیاستنامه از خواجه نظام الملک طوسی، وزیر بزرگ روزگار سلجوقی. شراب لعل کش و روی مه جبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمدها دارند دراز دستیه، این کوده هاستینان بی. به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین. بهای نیم کرشمه هزار جن طلبند، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. از حافظ بزرگوار اجازه بفرمایید که سپاسگزاری بکنم از دوستی گرامی، دکتر دوست عزیزم که نامشون رو نمیبرم، از کهگیلویه. عرض کنم که برای بنده تاریخ یعقوبی فرستادن که تلاش ما برای پیدا کردن این تاریخ در اینجا بی حاصل ماند. تاریخ یعقوبی از این مرد دروغوی تاریخ نویس رافضی، همکیش خودمان بوده. این همون کسی است که اون یک عبارت دروغ به میان انداخت، داستان و من کنت مولا هم فوض علی مولا، این آقا نوشت. فقط هیچ کدوم از مورخان بزرگ اسلام اشاره به این داستان نکردن. عرض شد که خود علی اشاره به این داستان نکرد، عمر و ابوبکر و بزرگان و نمیدونم اصحاب کبار و هیچ کس یادش نبود جز این آقا یعقوبی، دروغ نویس مشهور. بله، این هم لازم است برای مقالطات. عرض کنم اینها هم بایستی در دست داشت و همچنین چند کتاب بسیار جالب، ریشه شناسی چند واژه موسیقی از اکبر یاوریان، محقق ایرانی که در باب ریشه یابی چند واژه ایرانی وزه موسیقی ایرانی تحقیق کرده است. سپاسگزارم از این عزیزان، بسیار بسیار ممنونم از شما دکتر عزیزم که از کهگیلویه زحمت کشیدید برای این تاریخ یعقوبی رو فرستاده اید. خدمت شما عرض میکنم، پیش از اینم اشاره کردیم خدمت شما که ما با 3 استبداد در حال جنگ هستیم. در واقع یکی استبداد سابق و اعوان و انصار استبداد سابق، یکی استبداد منحوس امروزین که هزار بار از استبداد سابق بدتر است. و بارها خدمت شما عرض کردم که اون استبداد به مثابه یک پولیپ بود بدخیم که تبدیل به این سرطان فراگیر در پیکر جامعه ایرانی شد، و استبداد آینده در واقع میشود گفت که ما باید مواظب آینده باشیم. در واقع این تلاش پیگیر این تبار ایرانی تا به امروز به نتیجه نرسیده است و این ملت بزرگ ایران این همت رو داشته و این دلیری رو که در یک قرن 2 انقلاب بکند علیه استبداد. خیلی واقعا شگفت‌انگیزه که تحلیلگران بزرگ، محققان دانشگاه‌ها، دانایان تاریخ میگویند این مردم، یعنی مردم بزرگ ایران، توانایی به زیر کشیدن این استبداد را هم خواهند داشت اگر به آنها کمک بشود. اعوان انصار استبداد سابق میگن اینا یه مش گروگوری هستن، یه مش کچل و دوز هستن. من با هنوز با یکی از طرفداران استبداد سابق صحبت نکردم. عرض میکنم چه شیخ و چه شاب، البته شاب که در میان اینها نیست، در واقع اینها کهنسالان هستند 70 به بالا، که مردم رو محکوم نکن.
آقا اینها دوز بودن، یک مش دوز بودن، یعنی مردم ایران یک مش کچل شپشو بودن اینها. یعنی تنها توجیهی که طرفداران استبداد دارن محکوم کردن مردم است، هیچ توجیه دیگری ندارن. یعنی شما در تاریخ هم که نگاه کنید، از روزگاران پیش، از زمان همین خواجه که این کتاب رو نوشته، میگوید اگر استبداد و خونریزی نباشند، یک نفر به قدرت نرسد، مردم آشوب میکنند و عرض میکنم اراذل اوباش از اینجور صحبت ها. یعنی باز محکوم کردن مردم تنها توجیه است که این طرفداران استبداد دارن. بعضی ها میگن اینها گیج بودند، اینها دچار توهم بودند. اینها حالا یک دوست بسیار محترمی عرض میشود که از پزشکان عالی مقام سابق، پزشکان سابق که ایشون همیشه پزشک هستن، یعنی امروز فعالیتی ندارن، این مرد بزرگوار که من افتخار ایشون دارم، به من زنگ زدن گفتن آقا برای من میسر نیست. عرض کنم رو بعضی خطا رفتن اینها، من میخواهم به شما عرض کنم پیغامی بدم. گفتم بفرمایید دکتر. این دکتر همون کسی است که میفرمودن که این آقای ناطق نوری میامد منزل ما و روزه میخواند و مادر ما اینو میذاشت آخر که گریه ها رو در بیاورد، و همون کسی است که گفت آقای ناطق امروز چی داریم؟ گفت علی اکبر انا ببردیم اما میدان، یعنی در جلسه آخر علی اکبر انا ببردیم و میدان، و امروز دنباله قضیه است، گریه ها رو در بیاورید. میفرمودن آقا ما حاضریم با زن و بچه، عیال و اولاد، همه عرض کنم میلیون سابق، همه همون جایی که من میگم نمایندگی دارم، برویم در محضرخانه اسناد رسمی، آقا ما سند رسمی بنویسیم امضا کنیم که آقا اصلا همه چیز توهم بود، آقا اوین توهم بود، قزل حصار توهم بود، قزل قلعه توهم بود، اون چاشان شجاعت قلات توهم بود، اساسا اینا که تو خیابان ها آمدن اینا سایه بودن، اینا سایه های روسی بودن، اصلا ایرانی نبودن. در اون میدان ژاله اینا توهم و دو سه تا بزغاله سر بریده بودن. ما همه اینها رو میایم مینویسیم و عرض بکنم امضا میکنیم و مهر میکنیم که قبول داریم. آقا دست بردارین، آقا یک صحبتی بکنید به درد مردم بخورد، برای آزادی عرض میکنم در ارتباط با مبارزه با این رژیم جمهوری اسلامی چه حرفی دارید. گفتم به چشم دوست محترم، من این پیغام شما رو عرض کنم به گوش هموطنان خواهم رسانید. بله، و این نفی مردم عرض شد که تنها چیزیست که در اختیار یک هموطن بسیار بسیار محترمی که من براش بسیار احترام قائل هستم، به حدود سن 78 دیروز به من تلفن فرمودن، حتما بیننده برنامه هستم، بلا فاصله حمله کردن به مرحوم دکتر مصدق که این مرد دیکتاتور بود. عرض کردم قربونتون برم این دو سال استماعی که ایشون میفرمایید بوده و دکتر دیکتاتور بوده چند نفر رو به دار کشیده؟ بفرمایید ببینیم. گو آخه قدرت نداشت. ای داد بیداد، عجب دیکتاتوری بود که قدرت هم نداشت. معنی دیکتاتور هم فهمیدی. خلاصه گرفتاری بسیار داریم هموطنان گرامی. در واقع با این همه مشکلاتی که در ایران هست و این همه جنایتی که این رژیم جمهوری اسلامی انجام داده است و انجام میدهد، با این همه آسیب‌های انسانی اجتماعی و عرض میکنم همه قضایایی که هست، هر شبت که این یقه‌گیری در ارتباط با مردگان رو عرض کنم که دیکتاتورهای مرده و اینها کار ما رو به جایی نمیرسانن. و میخوام خدمت شما عرض کنم که شما هموطن عزیز من مخلص شما هستم. تا اونجا که ما هموطن هستیم من چاکر شما هستم. اما اگر شما معتقد هستید که استبداد چیز خوبی است و مردم گره گوری و کچل و کور و دوز بودن، رفاقت من و شما به جایی نمیرسد دوست محترم. شما هم عرض کنم که خودتون رنج ندین آقا، از بام تا شام در این تلویزیون ها تبلیغ استبداد سابق هست، بروید اونجا تماشاگر به برنامه ما چیکار دارید شما؟ از بام تا شام الان 20 عرض کنم 30 سال است در این لس آنجلس تبلیغ استبداد سابق است، فحش و فضیحت، از بام تا شام دارن عربده میکشن. خب بروید تماشا کنید آقا، ما رو رها کنید، اجازه بفرمایید بزرگواری کنید، محبت کنید، اجازه بفرمایید ما هم با استبداد مخالف باشیم. آقا حق من هست آقا محمد خان قاجار رو دوست نداشته باشم، پدر جان حق من هست که آقا محمد خان قاجار بدن بیاد. آقا این باعث بنده شما یه باجی هم بدم به شما دوست محترم. شما هم حق دارید مجسمه بسازید، از بام تا شام خبردار بیستید مقابل عکس آقا محمد خان قاجار. در این سوی جهان ما رو رها کنید. آقا شما پاشیدید استبدادیون از عرض کنم خفه کردید ملت ایران رو 30 سال، نفس کسی نمیتونه دست شما بکشه.
ترانه نمیشد خان. دو تا روزنامه داشتید از بام تا شام مداحی استبداد میکردید، اونم حزبتون بود. ملتی که زمان معاهده میدونم مظفرنشا چندین حزب مترقی داشته، در روزگار سقوط استبداد سابق یه حزب دولتی داشته. خجالت هم خوب چیزیه. خب آخه کار کشیده به جایی که جوان ایران اسلحه دست گرفتند و سیانور تو جیب تو جنگل ها با این استبداد مبارزه کن. حالا میفهم بگینا دوز بودن، آقا کوره کشر بودن. چی میگین شما؟ هر کس حرف میزد کارش با ثواب بود و زبونش از پشت کلش میکشن بیرون و اینا. به این سوی جهان سعی نکنید ما رو اینجا نمیدونم سانسور کنید و اینها. حالا هم که فحش میدید، قدیم میبردید چوب میزدید، حالا هم میچینید تو روزنامه هاتون فحش میدید، عربده میکشید. شاگردان شعبان هستن هنوز. چی میگین داستان شما چه چیزیست آخه بابا جان؟ ببینید کتاب نگاه کنید بخونید ببینید چی مینویسن توی کتاباشون این خارجی ها، توی این دانشگاه چی نمیشن راجب این داستان ایران. گرفتاری ما خیلی زیاده واقعا. من تعجب میکنم از این آدم ها، یکیشون هم یک کتاب نخونده، یا اینا پیرانه نمیدونم 90 ساله هستن متکی به خاطرات. آقا من به خاطر دارم که این دکتر مصدق مجلس رو فلان کرد، همین این شده داستان. زمان گذشته پدر. این داستان سیاست هم یک علمیست آقا جان، این نیست که شما هر کسی بتونه در بابش اظهار نظر بکنه و اینها. این درگیر جامعه شناسی، درگیر اقتصاد، درگیر علم سیاست، درگیر تاریخ، درگیر هزار علم هست اظهار نظر در باب چیز سیاسی. حالا اگر شما دم خری به دستت بوده زمان استبداد سابق در فلان وضعیت خوب بوده، خیال میکنی سیاست مداری نیستی پدر جان. برو نگاه کن، یه خورده مطالعه کن بابا جان، پدر جان. اینا یه مش دوز بودن، این بختیاری ها دوزی میکردن سر راهو. اینا هم استدلالاشون. گرفتاری ما خیلی زیاده، باید تعجب میکنم واقعا. از بام تاشم دارن عربده میکشن دوستان استبداد سابق. گند زدن به اون مملکت، دارن به دست چهار تا آخوند گریختن، طلبکار هم هستن واقعا، خیلی چیز عجیبی است. خب بفرمایید که بگذاریم از این داستان که گفت این سخن پایان ندارد. ای جواد خط کن و الله اعلم به رشاد. بله زبون آدم قاصره از این همه خاک در چشم مردم پاشیدن. آقا دروغ تا کی؟ خب اجازه فرمایید بریم سراغ چوبداران. یادش به خیر اون که چماقش 3 متر بود. دوستان عزیز فصل 39 عرض میکنم که امیر حرس و چوبداران، اینجا خواجه طوسی توصیه میکند که پادشاه برای موندن چماقدار لازم داره. حالا یک فیلمی نشون داد یه روز دوست گرامی آقای لیمونادی، بایستی میدیدی که مستبد سابق آمده آلمان، چماقدار از ایران، چماقا رو کشیدن آقا به جون دانشجوان، چماقدار رو از مملکت ایران آوردن در کشور آلمان. امیدوارم دوست گرامی من آقای لیمونادی مرحمت کنه، بزرگواری کنه. من از این دوست گرامی بسیار بسیار سپاسگزارم، مرد روشنفکر ملی لیمونادی که به منم بسیار مرحمت داره. این فیلمو در اختیار ما بذاره، ما برای شما پخش کنیم. خودشون هم پخش کردن یه روز، من دیدم. خب این خواجه میگوید چماقدار لازمه، من میخونم. اینم خواجه نظام عمر که طوسی نوشته، من ننوشتم دوست عزیز. میگوید امیر حرس و چوبداران، امیری حرس و همه روزگار یکی از شغلهای معظم بوده است. حرس یعنی نگهبان، امیر حرس یعنی رئیس نگهبانان گارد. یک از شغلهای بزرگ بوده، چنان که گذشت از امیر حاجب بزرگ، هیچ کس بزرگتر از امیر حرس بر درگاه نبوده و با شکوه در، از بهر اون که شغل او تعلق به سیاست دارد. سیاست اینجا به معنی پالیتیکس نی، یعنی کشتن و زدن و سیاست کردن، یعنی تنبیه مخالفان کردن. در همین تاریخ‌های روزگار قاجار می‌خوانیم که میگوید که نادر میرزا آخرین بازمانده تشکیلات نادری رو
فتریش آمد دست پای او رو برید و در کنار آفتاب گذاشت و بدین سیاست از این جهان رفت. یعنی با این تنبیه و با این شکنجه، میگه بخاطر شغل سیاست است، یعنی که همون آدم کشی و زدن رو تنبیه کرده. از بهر آن که شغل او تعلق به سیاست دارد و همه کس از خشم و عقوبت پادشاه بترسد و پادشاه چون با کسی خشم گیرد او را فرماید گردن زدن و دست و پای بریدن و بردار کردن و چوب زدن و به زندان و به چاه کردن و همیشه امیر حرس را کوس و علم و نوبت بوده است. بله، میگوید که این تشکیلات پادشاهی کار پادشاه باید این باشد که بکشد و بزند و چماق بزند و به زندان بیانداز و عقوبت بکند و امیر حرس را همیشه عرض میکنم که علم و نوبت بوده، نوبتی. سعدی میگوید که نوبتی برآمد یا همچه چیزی، یعنی کسی که نقاره میزنه و به موقعش بوغ رو میدنه. نوبتی گفتن به جهت این بود است که تواتر مشخص، این عرض کنم که سعدی اشارتی دارد در این دو سه بیتی که از شاهکارهای زبان پارسی است. امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح یا از در سرای اتابک قریب کوس. یعنی همین نوبتی، لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. به نوبت صدای طبل نقاره می آمد و میگن امیر حرس میگه همیشه عرض میکنم که کوس و علم و نوبت بوده است و مردمان از او بیش ترسیدندی که از پادشاه. اینقدر که از این میترسیدن، از این امیر حرسیان، اینقدر از پادشاه نمیترسیدن. و اندر این روزگار این شغل خلق شده است و رونق این کار ببردن. یک قوتش کم شده در این روزگار سلجوقیان که ما هستیم، عرض کنم که این کار کهنه شده. بله، اقل حال 50 مرد چوبدار باید که مدام بر درگاه باشن. میگه 50 تا چماقدار لازمه در درگاه پادشاه. 20 با چوب زر، 20 نفرشون چماق طلا باید داشته باشن و 20 با چوب سیم، 50 چماقدار نقره‌ای و 10 با چوب‌های بزرگ. و امیر حرس باید که او را آلتی و تجملی بود هرچی نیکوتر. یا این دژبان درگاه رئیس‌فرمانده گارد باید تجملی داشته باشد هرچی نیکوتر، اسب زیبا و مرصع و غیره و زالک و بله اینها، و حشمتی بود هرچی تمام‌تر. اگر این که هست بر این جملت بتواند ساخت بسازد، وگرنه او را به کسی دیگر بدل کند. یکی ورزش نداشت به کسی دیگر بدل کند، اون رو عوض کنه به جای کسی دیگر. اینها عرض کنم که چیزهای ارجمندی است در این تاریخ ها، بسیار بسیار اهمیت داره ما توجه کنیم و بخوانیم و بدانیم به چه میگذشته است، سیاست به چه معنی بوده است، این حکومت ها از چه نوع بودند و از چه دست بودند. متاسفانه رژیم، یک رژیم بر ایران حکومت کرده در این چند هزار سال و اون رژیم، رژیم استبدادی بوده و بیرون کردن مردم از صحنه سیاست و سرنوشت ملی. حالا آخوند بوده، اعلی حضرت بوده، هر کی بوده، رژیم ها یکی بودن. خیلی کودکانه است که یک کسی مثل من که عمری گذاشتم در این راه، حالا بیام به خاطر نمیدونم چهار تا کلمه حرف و اینها مثلا عقب نشینی هم بکنیم. آقا من به میل خودم اینجا هستم، به انگیزه اینجا هستم. خب برویم سر مشورت با دانایان و پیران. این خیلی اهمیت داره، این بخش از کتاب خواجه نظام الملک طوسی بی اندازه مهم هست. خدمت شما میخوانم و تحلیل میکنم. مشورت در واقع استبداد، مستبد یعنی کسی که بدون مشورت دیگران
دستور به انجام کارها میده، میگن مستبد. و اولین در حقیقت خصلتی که آدم مستبد دارد این هست که دیگران را از خود فروتر میداند. یکی از اینها میخواسته بره سفر، وزیر دربارش میگه آقا 4 تا متخصص با خودتون ببرید درباره نفت. میگوید از با این خراب من یک مش خر با خودم ببرم. اشفرت در واقع اصحاری دموکراسی مشفرت، یعنی مجلس شورا، شور. حالا من نمیدونم از کجا شورا شد، از شور یعنی نمکدار، من نمیدونم. همیشه میگن مجلس شورا، آقا شوراست، شور، شور. یعنی اینکه از خرد جمعی مردم سود بردن، و چون ممکن نیست که ما یکی یکی در بزنیم در همه خانه ها و نظر همه مردم رو بگیریم. مردم نماینده انتخاب میکنن، هر تعداد یک نماینده، نمایندگان مردم در جایی به نام مجلس شورا می نشینن، شورای ملی، و عرض میکنن که با مشورت اونهاست که قوانین برای کشور اونجا به وجود میاد. در حقیقت اساره این دموکراسی که همون دموکراسی، دمو یعنی مردم، مردم به حکومت، همین شور هست، یعنی سود بردن از خرد جمعی است، نه از عقل یک نفر. چون انسان هر آینه عرض میکنم که ناقص هست، یک نفر نمیتوان پیدا کرد، به خصوص در عصر جدید که بتواند همه امور رو بداند و بفهمد و در باب اونها دستور صادر کند. بنابراین استبداد در عصر جدید 1000 بار کریه‌تر است از استبداد در عصر قدیم، چون جامعه بسیار پیچیده‌تر و مسائل سخت علمی‌تر و مناسبات بسیار بسیار مشکل‌تر است. برای علی خامنه‌ای نشسته اونجا هر سبب که عقل کل شده است و نماینده مسلمین جهان، با امام زمان هم هر شب یخنی می‌خورد. این آقا ببینید ما رو چه مایه اینها پست انگاشتن و همه هم اشتباه کردن، همه دیکتاتورها، همه در باب مردم اشتباه کرد. خب اجازه بفرمایید که ببینید. مشاورت کردن در کارها از قوی رای مرد باشد و از تمامی عقل. مردی که قوی رای باشه و عاقل باشه و خردمند باشه و دارای قوت عقل باشه، اون مشورت میکنه و پیش بینی. چه هر کسی را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند، یکی بیشتر داند و یکی کمتر، و یکی دانشی داند و هرگز کار نبسته و نیازموده، و یکی هم دانش داند و هم کار بسته و تجربه ها کرده. مثلا این چنان باشد که یکی معالجت دردی و علتی از کتاب طب خوانده باشد و نام اون داروها همه بیاد دارد و بس، و یکی نام همه داروها بداند و معالجت اون علت کرده باشد و بارها تجربت کرده. در واقع این نظریه پردازی رو با تجربه عملی داره در مقابل هم قرار گرفته، مقابل نتیگیری کند که سیاست کار عمل است، نه سخن پراکندن و حرافی کردن و عرض کنند که تظاهر به دانش سیاسی کردن. اجازه فرمایید که ما یک موسیقی بشنویم و برمیگردیم و مطلب رو ادامه بدیم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. با درود بر شما هموطنان گرامی، قطع ویولون بسیار زیبای شنیدیم از یک هنرمند بسیار مشهور ایرانی. یک شب این ساز رو پخش میگردیم. فرید دوست هنرمند بزرگوار من آمدن اونجا، گفتن فرید ویولون کیست؟ گفت اندک انجی، گفت طالب زاده، و درست میگفت فرید. در واقع ما چند ویولونیست برجسته ایرانی در خارج کشور داریم، یکی رحمت الله بدیعی، فرید فرجاد، و این آقای طالب زاده، و البته چند تنی دیگر که حالا بیدوارم از من نرنجن اگر به خاطر نمیآورم، و استاد زلفنون که نزدیک نیم قرن است به تعلیم ویولون مشغول هستن، استاد محترم، و تنی چند. بله کار خودشان بود، ایشون یک سایتی هم دارن و از ویولنس‌های نامی ایران در فرانسه و جهان هستن. خب برویم سر عرض شود که داستان مشورت. خب پس اینجا توضیح داد، بله
میگوید که همچنین یکی باشد که سفرها بسیار کرده باشد و جهان بیشتر دیده و سرد و گرم بیشتر چشیده و در میان کارها بوده، با اون کس برابر نتوان کرد این کس را که هرگز سفر نکرده باشد و ولایتها ندیده و در میان کارها نبوده و یا میان حال باشد. این معنی را گفتند که تدبیر همه با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد و نیز یکی را خاطری تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهمتر باشد. و درست میگه، همه حرفاش درست بود. خوب تحلیل کرده موضوع مشورت رو و به کاربرد عقل جمعی و استفاده از تجربت دیگران رو. و دانایان گفتند که تدبیر یک تنه چون زور یک مرده باشد و تدبیر دو تنه چون زور دو مرده و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد و در حالی و در هر حالی نیروی ده مرد بیشتر و قویتر از نیروی یک مرده باشد. همچنین تدبیر ده کس قویتر از تدبیر دو کس باشد یا سه کس یا پنج کس. و همه جهانیان متفقند که از آدمیان هیچ کس داناتر از پیغمبر ما محمد مصطفی نبوده است. حالا این مغلطه را خدمتتون تحلیل میکنم که چه مغلطه بزرگی کرده خواجه در اینجا. بله، هیچ کس داناتر از پیغمبر ما محمد مصطفی نبوده است با همه دانش که او را بود. از پس همچنان بدیدی که از پیش و آسمانها و زمینها و بهشت و دوزخ و لوح و قلم و عرش و کرسی و آنچه این هر دو میان هست بر او عرضه کردند و جبرئیل علیه السلام هر زمان همی آمد و وحی همی آورد و از بوده و نابوده خبر همی داد با چندین فضیلت و معجزات که او را بود. ایزد تعالی او را همی فرماید و شاورهم فی الامر، یا محمد چون کاری خواهی کرد و یا مهمی تو را پیش آید با یاران خیش تدبیر. حالا تضاد و مغلطه بزرگ در اینجاست که از شاید که البته خواجه می فهمیده چه می نوشته، می خواهد به این پادشاهان و این کل شقها و عرض کنه مستبدی می گوید آقا اون که محمد بود و چنان بود و معجزات داشت مشورت می کرد و شاورهم فی الامر. ولی خب این تضاد عمده هم اینجا هست که کسی که لوح و قلم رو عرض کنم بوده و نابوده و پیش و پس و همه چیز و جبریل از خدا براش بیاره میگه به مشاورت چه احتیاجی داره، که البته ایشان گفته است مشاورم فعلا مشورت هم میگه اما کاری خودش میخواست میکرد. اونجایی که تاریخ اسلام عزیز به ما نشان میدهد. حالا بله چون کاری خواهی کرد و یا مهمی تو را پیش آید با یاران خیش تدبیر کن. او را مشورت همی فرماید کردن چون او بی نیاز نبود از تدبیر و مشورت. بباید دانست که هیچ آفریده بی نیاز نتواند بود. پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاری خواهد کرد و یا او را مهمی پیش آید با پیران و هواخواهان و اولیای دولت خیش مشاورت کند. تا هر کسی را در آن معنی هرچه فراز آید بگویند و آنچه رأی پادشاه دیده باشد با گفتار هر یکی مقابله کنند و هر یکی چون گفتار و رأی یکدیگر بشنوند و براندازند یعنی برانداز کنند و مقایسه بکنند رأی صواب از میان پدیدار آید. میگه پادشاه سخنش رو بگه، نظرش رو بگه و پیران و جهان دیدگان و کارشناسان هم نظرها رو بدن، اینا رو با هم مقایسه بکنن ببینن که رأی صواب کدام است، اون رو به کار ببرن. و رأی و تدبیر صواب اون باشد که عقل‌های همگنان بر آن متفق شود که چنین می باید کرد. به به، این زیباترین عبارت همه این داستانی که خوندم. یک بار دیگه می خونم خدمتتون، میگوید که و رای و یا رأی و تدبیر صواب اون باشد که عقل‌های همگنان بر آن متفق شود. ایومه باز کرده که چنین میباید کرد، یعنی اکثریت یا همه وقتی متفق شدن بر یک کاری که چنین میباید کرد پس باید اون کار رو انجام. و مشورت ناکردن در کارها از ضعیف رایی باشد.
یا فقط آدم ضعیف و خودخواه و خدا نکرده آدم عقده‌ای است که خودش رو تحمیل میکنه بر دیگران. آدم نیرومند و عاقل میگوید همواره مشورت میکنه و کارها رو با مشورت پیش میبره و چنین کس را خودکامه خوانند. ببینید چه واژه زیبایی به کار برده. این خودکامه هر بشود که واژه پارسی است، در شاهنامه هم بسیار به کار رفته. چنین کسی را خودکامه خوانند. پنداری امروز این خواجه این مطلب رو نوشته در قریب 800-900 سال پیش. و چنان که هیچ کاری بی مردان کار نتوان کرد، همچنین هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید. و وقتی این مطلب رو میگه خواجه نظام الملک طوسی، به حالی که به پادشاه بر نخورد همواره نصیحتش رو میکنه. بعضی روش هم میگه الحمدلله پادشاه ما که از بی نیاز چنین و چنان سرش به فلک میساید و از اینجور صحبت ها که بهشون بر نخورد. اینجا هم همون کار کرد. و الحمدلله که خداوند عالم را خلد الله ملکه، هم رای قوی است و هم مردان کار و تدبیر دارد. ولیکن اینقدر از جهت شرط کتاب یاد کرده شد. خدا را شکر که پادشاه ما هم عقل کل خودش هم مردان کار در اختیار داره. ما نشوشتیم که کتابمون تکمیل بشه و این باب هم از قلم نیفتد. این داستان هر شبت که این داود وجود فرمایید. دارم این به چپتر 50 مطلبی دیدم گذاشتم. بله خب آیین کشورداری فصل 40 هر شبت که صفحه 249 میگوید به هر وقتی حادثه آسمانی پدیدار آید و مملکت را چشم بد اندر یابد و دولت یا تحویل کند و از خانه‌ای به خانه‌ای شود و یا مضطرب گردد از جهت فتنه و آشوب و شمشیرهای مختلف و کشتن و سوختن و غارت و ظلم و اندر این چنین ایام فتنه و فتور شریفان مالیده شوند و دونان با دستگاه گردند. این دستگاه ایران دونان با دستگاه کردن یعنی سفل سالاری می شود. میگه بسیار اتفاق می افتد که چنین می شود و سفلگان سالار بشوند. دونان با دستگاه کردند و هر که را قوتی باشد هر که خواهد می کند. سعدی فرمود وقتی فرومایه بامش بلند میشه ادرار می کند به سقف کوتاه‌تر. از این بهتر تعبیر و تفسیری و تمثیلی منده ندیدم. این داستان امروز ایران که سفله خداوند هستی مباد. سعدی فرمود جوان مرد را تنگ دستی مباد. و کار مصلحان ضعیف شود و بدحال گردند و مفسدان توانگر شوند و کمتر کسی به امیری رسد و دونتر کسی امیدی یابد و اصیلان و فاضلان محروم مانند و هر فرومایه‌ای باک ندارد که لقب پادشاه و وزیر برخیش نهد. این داستان امروز ایران. و ترکان لقب خواجگان برخیشتن نهند و خواجگان لقب ترکان برخیشتن بندند و ترک و تازی هر دو لقب عالمان و ائمه برخیش نهند و زنان پادشاه فرمان دهند. یکی از علل انحطاط رو این خواجه چنین دیده که زنان پادشاه فرمان دهند. تو در ایران سابقه نداشت زن پادشاه فرمان دهند. اما عرض کنم این قبایلی که می آمدن به ایران مثل قبایل چنگیزی و اینها که البته اینها بعد از دوران سلجوقیان هست و اینها، زنان هم در بین اینها صاحب دستگاه بودن، خاتونان. و این سلجوقیان و اینها هم البته عرض کنم که چون از قبایل بودن به زنان احترام میذاشتن. خواجه این رو نپسندیده، میگوید که علامت انحطاطی که این است که زنان فرمان دهند. و کار شریعت ضعیف گردد. این باد دین هم در شکم داشته این خواجه یادمون نره ها. از اون عرض کنم که دینی های سختگیر متعصبم بوده، شافعی بوده و در این نظامیه ها که میساخت اینها کسی رو راه نمیداد غیر از شافعیان. حتی ملک شاه میگن برای ایراد گرفت وقتی وارد نظامیه اصفهان شد و دید چنین چیزی است، گفت آقا شما علم رو در انحصار یک گروه قرار ندهید.
بله، و کار شریعت ضعیف گردد و رعیت بیفرمان شود و لشکریان دراز دست گردند و تمییز از میان مردم برخیزد و کس تدارک کارها نکند. تدارک کارها نکند یعنی مملکت بدون مدیر میشه. 30 سال هست که کشور ایران مدیر ندارد. یک مقداری بودجه در از روزگار سابق مونده بود، اینا مصرف کردن، یک مقدار نیروهای انسانی داشتن و حقیقتا اینها بدون مدیریتی مملکت رو به جای رسوندن که نان سنگک میگن امروز 1000 تومان است. دوستی دیشب دیدم از ایران تازه آمده بود، رفته بود ازدواج کرده بود، اینها میگفت نان دانه 1000 تومان. و یکی از این عرض میکنم که عظمای قوم هم گفته بود که ما همه چیز داشتیم اما مدیر نداشتیم. سفل سالاریس، خب اینا آمدن و عرض کنم که مبتنی بر سوابق ذهنی و دینی و اینها ایدئولوگ میخواستن، مدیران رو فراری دادن از ایران، مدیران ایران گریختن، متخصصین از ایران بیرون آمدن. باری میگوید که کس تدارک کارها نکند. بله، بعد توضیح های دیگره. پس چون از سعادت آسمانی روزگار نحوست بگذرد و ایام راحت و ایمنی پدیدار آید، ایزد تعالی پادشاهی پدید آورد عادل و عاقل از ابنای ملوک و او را دولتی دهد که همه دشمنان را قهر کند و عقل و دانش دهد که اندر همه کارها تمیز کند و از هر کس هر کسی پرسد و بررسد که آیین پادشاهان در هر کاری چگونه بوده است و از دفترها برخوانند. بله، که آیین ملک به جای خیش باز برد. وقتی نگاه کنیم به تاریخ ایران، هر می شود که از روزگاری که عرب آمد و روزگار بیچارگی و بدبختی و گرفتاری و نکبت بر این سرزمین بوده است تا به امروز، اینها اونا که خیلی خوب بودند و واقعا میخواستن آیین ملک رو بر ترتیبی درست بگذارن، میرفتن ببینن که در روزگار ساسانیان چه میگذشته. حتی این آدمای مثل معاویه و منصور و اینها سعی میکردن تقلید پادشاهان ایرانی بکنن پیش از عرب. خواجه داره اشاره میکند به این داستانها. بله، و از دفترها برخوانند و اندازه درجه هر کسی پدیدار کند، ارزانیان را به پای خیش رساند، ناارزانیان را دست کوتاه کند و به کار و پیشه خیش فرستد و کافر نعمت را از بیخ زمین برکند و دین دوست و بله و دین دوست و ستم دشمن باشد. ستم دشمن، این ترکیب رو من نیده بودم جز در اینجا، ستم دشمن یعنی به دشمنان ستم بکند، دین را نصرت کند، هوا و بدعت را برگیرد. این خواجه بسیار دشمن شیعیان بوده، فراموش نکنید، و خرم دینان و هر گروهی که غیر از دین رو داشتن، اینها با یک قلمی کینه توزانه یاد کرده، اینها رو بدعت میگوید. دین خودش رو که همون از کنم که تسنن بوده است و آیین شافعی، برتر از همه میدانسته این خواجه. بله، به اذن الله و حسن توفیق. اکنون اندکی از این معنی یاد کنیم تا در بسیاری دیدار اندر افتد و دلیل باشد بر چیزهایی که از ترتیب بیفتاده است تا خداوند عالم خلد الله ملکهو چون تأمل کند در هر یک مثالی و فرمانی دهد انشاءالله. مثالی و فرمانی، مثال به معنی فرمانه، در واقع اینجا حشو قبیح هست چون مثال با همون فرمان یکیست، اینجا خواجه به کار برده. از چیزها که پادشاهان به همه روزگار نگاه داشتن و تیمار داشته، یکی آن است که ابنای ملوک را گرامی کرده و نگذاشتن که زایه و محروم باشن، یعنی شاهزادگان رو نگذاشتن که اینا بیچاره بشن، ابنای ملوک رو ارز کن نگذاشتن که زایه و محروم باشن. بله، و از روزگار دولت خیش بر اندازه کفاف ایشان نصیب دادند تا خانه ایشان بر جای بمانده است و دیگر ارباب حاجت و مستحقان و عالمان و علویان و مصلحان و مستوران و قاضیان را و اهل قرآن را از بیت المال نصیب دادند که هیچ کس در روزگار دولت ایشان بی نصیب و محروم نبوده است و دعای به خیر و ثواب دو جهانی حاصل آمده است. این هم داستان ارز کنم که مربوط به
چگونگی کشورداری. بله، و یک داستانی هم اینجا نقل کرده که اندکی بلند هست، مربوط است به روزگار مأمون، بعد از این داستان امیر حرسیان که میگوید که این دو امیر حرس داشت، یکی مردم از او راضی بودن، یکی از او ناراضی. بعد این سال چند خطش میخونم ببینیم چه میزان وقت داریم. میگوید مأمون خلیفه روزی با ندیمان نشسته بود و گفت: من دو امیر حرس دارم و کار هر دو از بامداد تا شب گردن زدن است و بردار کردن و دست و پای بریدن و چوب زدن و به زندان کردن است. مردمان پیوسته یکی را می بستایند و آزادی می کنند و از وی خوشنودند و اون دیگر را می نکوهند و چون نام او برند لعنت و نفرین کنند و پیوسته از او به گله باشند. یه من دو تا آدم پشت دارم به دستگاهم، صبح تا شب ندارن سر می برن، دست می برن، آدم می کشن، یکیشون مردم همیشه پشت سر این به نیکی یاد میکنن، یکی از اینها رو اما همیشه لعنت میکنن. نمیدونم داستان چیه، ندانم سبب چیست، کسی بایستی معلوم گردانیدی این حال که کار هر دو یکسان است. اینا هر دو آدم کشن، هر دو سر میبرن، اینها یکیش خوشنام یکیش بدنام، جریان چیست؟ چرا مردم از یکی آزادی میکنن و از یکی گله؟ ندی میگفت: اگر بنده را فرماید و 3 روز زمان بدهد، خداوند را این حال معلوم گردانم. گفت: دادم. یکی از این وزرا گفت: آقا 3 روز من وقت بده، من معلوم میکنم که داستان چیست. این ندیم به خانه رفت و چاکری شایسته را گفت: تو را کاری از جهت من بباید کردن. در شهر بغداد امروز 2 امیر حرسند، یکی مرد پیر است و یکی کهل. کهل یعنی جوان. شیخ و شاب، شیخ یعنی پیر، شاب یعنی جوان. اینجا میگوید پیر و کهل. باید که فردا شبگیر برخیزی و به خانه این پیر مرد شوی و چون این پیر مرد از حجره به سرای بازاید، بنگر تا چون نشیند و چه گوید و چه کند. و چون مردان پیش روند، مجرمان را پیش آرند، چه رود و چون فرماید، همه ببینی و یادگیری و مرا معلوم کنی. رضا گفت: برو اول سراغ اون پیر مرد، ببین که این رفتارش با مردم چگونه است. از اول تا آخر از گفتار و طریقت او هر چه بینی بیای و مرا باز نمایی. بیای مرا باز نمایی. گفت: فرمان بردم. دیگر روز شبگیر اون چاکر برخاست و به سرای امیر حرس شد و بنش از زمانی بود. زمانی بود یعنی زمانی گذشت. اینها بدین روش می نوشتن. فراشی بیامد و شمعی در صفه بنهاد و مصلای نماز بیفکند و چند پاره مصحف و سبحه بر سر مصلا بنهاد، قرآن و تسبیح و این چیزا گذاشت اونجا. و اونگه پیر مرد بیرون آمد و چند رکعت نماز بکرد و مردمان همی آمدن. امام بی آمد و قامت گفت و نماز به جماعت بکردن. اون پیر از مصحفها لختی قرآن و دعا بخوند و چون از ورد پرداخت، صبح برگرفت و میگردانید و تسبیح و تحلیل میخوند و مردمان در می آمدند و سلام میگفتند، بعضی میرفتند و بعضی مینشستند تا آفتاب برآمد و زمانی بگذشت. اونگه پرسید که امروز هیچ گناهکاری را آوردن؟ شغلش آدم کشی بود اونجا، حالا دعاش خونده و اینا و عرض کنم که میخواد ثابت بکنه که مثلا این آدم خوبی بود در راه حق، مثلا سر میبرید و اینا. داستان زیبایی هم آورده بمانند و آوردن گفتند و برنایی را آوردن که یکی را کشته است. گفت هر کسی گفت بروی کسی گواهی دهد؟ گفتن نی که او خود مقر است. و یه نفر آوردن اینجا، جوان و توانایی هم هست، سرشو بزنیم و اینها. گفت که شاهدم علیهش هست. گفت نه، این خودش مقرر آمده. اقرار میگفتن شاه دلیل، کسی خودش اقرار بکنه دیگه شاهد لازم نداره. گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در آوریدش تا ببینم. برنا را در آوردن، چون چشمش بر او افتاد گفت این است؟ گفتن آری. گفت این هیچ سیمای گناهکاران ندارد و فر مردم زادگی و مسلمانی از وی همی تابد، نه همانا که بر دست او چنین خطایی رود. میپندارم دروغ گویند و من سخن کس بر او نخواهم شنیدن.
آوردن گفت من در جبین این آدم جنایتکار و اینا نمیبینم، من حرف دیگران رو گوش نمیکنم در باب این. چه حدیث است هرگز از این برنا این کار، چه حدیث است هرگز از این برنا این کار نیاید. نبینی که دیدار او خود بر او گواهی دهد؟ گفت میبینی که جبینش جبین راستگویان هست و درستکاران، من این رو نمیکشم. چنان که او میشنید تا یکی گفت ای امیر، او خود به گناه خیش مقر است. وانگ برام کستد که خاموش با شخن از تو کمی پرسد، از خدای نترسی بیهوده در خون برنایی مسلمان میشوی؟ این برنا عاقلتر از آن است که چنین کاری کند و یا چیزی گوید که هلاک او اندر اون باشد. مقصود اون بود تا مگر اون برنا منکر شود و از گفته خیش بازگردد. باشه آقا این کارو نمیکنه فلانی حرفا، که آقا اقرار خودش رو پس بگیره. این آدم کشتن گرچه رایج بوده اما به این آسانی هم نبوده، به این سادگی که جمهوری اسلامی میکشه نبوده. حتی در روزگار فاطمیان ما داستان ها داریم نوشته که کسی رو که میخواستن اعدام بکنن میبردن بیرون شهر، تناب رو میآوردن میداختن به گردنی. یک سوار از همون لشکرگاه هر جا بود به تاخت میآمد پیش پادشاه که آیا ما این رو بکشیم؟ پادشاه میگفت نه، این سوار بر میگشت. سه بار میرفتند اجازه بگیرند که آیا اجازه میدیم ما این رو بکشیم؟ اگر که بار سوم اینها شاه اشاره میکرد میگوشند. مقصود این که جان کسی رو گرفتن امر ساده ای نیست، کار خارمایه ای نیست. این آقای خلخالی مأمور امام اعظم آقای خمینی اتوبوس اتوبوس مردم رو میکشت، البته برای ایجاد رعب، چون النصر به رعب عرض کنم در صدر اسلام هم بوده، ایجاد وحشت بکنن در مردم. این بابا میگه من به آسانی نمیکشم. گفت به یارو گفت ساکت باش، تو از کس تو پرسید که سخن بگوی و اینها؟ بله، مقصود آن بود تا مگر اون برنا منکر شود و از گفته خیش بازگردد. پس روی سوی برنا کرده گفت چه میگویی؟ برنا گفت از قضای خدا چنین کاری بر دست من رفت به خطا. گفت من این کاری کردم و اشتباه کردم و این جهان را جهانی دیگر است، من بدون جهان طاقت عذاب خدای عزوجل ندارم، حکم خدای بر من برا. گفت من این کار انجام دادم و به خاطرش در اون دنیا عذاب میبینم، ولی حکم خدا در مورد من اجرا بشه در اون دنیا دیگه عذاب نمیبینم، حکم خدا بر من بران، یعنی منو بکشین اعدام کنین. امیر حرس خیشتن را کر ساخت، یعنی تظاهر به کری کرد، روی به مردمان کرد و گفت من نمیشنوم که او چه میگوید، مقر میآید یا نه؟ گفتند آری اقرار میکند. گفت ای پسر، تو هیچ سیمای گناهکاران نداری، مگر کسی از دشمنات تو را بر این داشته که چنین گویی و هلاک تو خواسته است؟ نیک بیاندیش. گفت ای امیر، هیچ کس مرا بر این نداشته است، گناهکارم، حکم خدای بر من براد. باز امیر حرس خودشو کری زد، گفت چی میگه، اقرار میکنی یا نه؟ گفتم بله. خلاصه مصر بود که منو بکشی. امیر حرس چون دانست که از قول خیش باز نمیگردد و اون تلقین سود نمیدارد و تن کشتن را نهاده است، برنا را گفت چنین است که تو میگویی؟ گفت چنین است. گفت حکم خدای بر تو برانم. گفت بران. پس روی به مردمان کرد و گفت شما هرگز مردی برنای خدا ترس مسلمان عاقبت بین چنین که این برناست دیده اید؟ من باری ندیدم. نور نیکبختی و مسلمانی و نشان حلالزادگی از او همچنان میتابد که روشنی از آفتاب. او از بیم خدا اقرار میکند و میداند که می بباید مردن. اون دوستر میدارد که پاک و شهید به نزد خدای عزوجل رود، میان او و میان بهشت با حور و قصور قدمی مانده است. مغلطه را ببینی، با حور و قصور. طبری میگوید که در ظهر عاشورا هر سبت که یک عربی رد شد، دید که سه نفر رفتن در خیمه و مشغول به عزم خان واجبی کشیدن هستن، یکی حضرت امام حسین علیه السلام، بریر و یکی کسی دیگه.
عرب تعجب که گو آقا تو این بیابی و بدبختی اینا، این داستان این با نور کشیدن شما چه چیزیست؟ گفت امام فرموده است که ما تا نیم ساعت دیگه به حور می رویم. حوری ها رو باید بغل کنیم. این حوری ها از موی ما آدمی ها خوششون نمیاد، این است که مشغولی. و می فرماید حضرت امام حسین علیه السلام تمام تن رو نوره کشید و بعد مشک مالید و خوشبو کرد و اینها و لباس مرتب پوشید، آمد برود بر پیش حوری. حالا داستان در اینجاست که این سه نفر که رفتن، سه تا پنج گالون آب اگه مصرف کرده باشن میشه 15 گالون آب. این برای 6 ماه علی اصغر کافی بود که گریه نکنه به این آب بدید. بله، میخواست بری پیش حوری بغل کنه. وقت ما هم در اینجا هموطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از شما که حوصله کردید و این صحبت‌های ناچیز ما رو شنیدید و سپاس از وارتان گرامی و همه و هموطنان و همزبانان سرتاسر گیتی. برنامه رو می‌بندیم تا روز دوشنبه و برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.